احوال ایشون رو بعد درودی به شما آقای سیاوش اوستا و در انتظار مطالب جالبی هستیم که در این برنامه شما تدارک دیدید. درودی به شما. درود بر شما استاد شرفشاهی. درود دارم به برادرم مهندس امیر شجره، کارگردان برنامه آقای شهرتی عزیزم. آرزو دارم همه شاد و خوش و پیروز باشید. یک ویدئوی خیلی کوتاه داریم تا آماده میشه من یه توضیح بدم. اون توضیح استاد شرفشاهی عزیزم، امشب یه راز بزرگی رو میخوام بگم که مطمئنم یک در میلیون هم نمیدونم. بعد یادتون نره استاد شرفشاهی، من به بعد در دوستان اینو بگم، اسرار یعنی چیزی که کسی نمیدونه. ما همیشه کاری کردیم که مثل حلاج میگه اسرار رو پیدا کنیم. سری که امشب به شما میگم، البته پیش از این من بارها اینو در برنامه های فرانسویم چند بار مطرح کردم و دلدوزون پارس هم در دو سه برنامه گفتم در سالهای گذشته، ولی از کنارش مهمانیاران همه رد شدن، چه اونایی که شنیدن چه اونایی که نشنیدن شاید یادشون نباشه، ولی اینقدر مهمه، اینقدر مهمه که در این 44 سالی که ما بلای آخوندها رو داریم درش دخیله. در جنگ حماس و اسرائیل الان دخیله، در معادلات جهانی نقش مؤثری داشته. این مسئله خیلی مهمه. مطلبی که میشه با آگاهی و ارزشان میتونم بسیار مهم. اما پیش از اون چون میخوام از یک زن ایرانی صحبت کنم، از یک زن ایرانی که مسیر تاریخ رو در منطقه خلیج فارس و جهان عوض کرده صحبت کنم امشب، یه فیلم کوتاه داریم که شجاعت، دلیری و بزرگواری دخت آریایی رو باز نشون میده در خیابان‌های تهران که یک گوریل، یک لچک به سر، یک کلاغ که الان اینا رو می‌برن بر کاشتن به عنوان حجاب بان، میاد مزاحم یک دختر ایرانی میشه و این دختر ببینید چطوری جوابش میده. از این فیلم‌ها زیاده. من می‌خوام از ملت ایران، ملت سربلند آریایی ایران بخواهم که شما همتون بایستی با این تازی‌ها، با این تازی‌های لچک به سر از رئیساشون گرفته تا پایینا اینجوری برخورد کنید. خصوصا به مطلبی که امشب میخوام بگم بعدش گوش کنید تا ببینید که بیخود نیست که دخت آریایی ما پس از 44 سال ستم با جانش میاد در میدون برای آزادی تو، مردی که غیرت نداری تماشاگر هستی وقتی که دختر ایرانی لچک به سرها رو کتک میزنه. اگه فیلم حاضره میبینیم و در خدمتتون هستم استاد چرف. خب استاد چرفشاهی ندیدین، استاد چرفشاهی ندیدین، خیلی مهم بود. الو؟ بله. چی شده قربان؟ تلفن خراب شده؟ تلفنتونه؟ نه تلفنم مزاحم شده. بله میخوام. نداره بزنیم تو جیبتون. بله چرف خیلی مهم استاد چرفشاهی. بله. خب حالا دوتا عکس داریم. میخوام امشب اولا به اطلاعاتون برسونم که همین الان اسرائیل اعلام کرد، من داشتم تلویزیون اسرائیل رو میدیدم، که خوشبختانه به قرارهایی رسیدن و عرض کنم خدمتتون که گروگانها آزاد میشه، توافقاتی شده. توافقات اینجا خیلی مهمه. اون عکس سه نفر و چهار نفر، آره این عکس بعدن میاد، ولی اون عکس دیگر رو اگه الان بذارید استاد شرفشاهی. همین آره پایینیه بایدن توشه. استاد شرفشاهی، به هر حال امشب همین الان دولت اسرائیل بنیامین نتانیاهو با دو تا حزب دیگرش که میدونه در اسرائیل الان سه تا دولته، یعنی سه تا دولت کابینه از سه تا گروه تشکیل شده، یکی خود بنیامین نتانیاهو، دتای دیگه اونایی که بودن که مخالفش بودن، اینها الان جلسه دارن و تقریبا به توافق رسیدن. و چون به توافق رسیدن، برادر امیر قطر اعلام کرد به انگلیسی، من شنیدم همکنون، از پس فردا پنجشنبه 50 تا گروگان بله آزاد میشه، 50 تا گروگان
و چه کسانی نقش داشتن در این مذاکرات. این عکس رو که میبینید اینا نقش داشتن، یعنی یکی اسماعیل قاآنی رئیس جانشین قاسم سلیمانی و بایدن، و وسط رابط رو این آقای امیر قطر داشتن. قطر رابط داره و راز مهمی رو که امشب میخوام بهتون بگم در رابطه با همین قطر هست. خب توافق شد که 1-3 گروگانا رو آزاد کنن، یعنی اسرائیل 150 تا آزاد میکنه، حماس 50 تا و 40 تاشون کودک هستن، 10 تا پیر هستن. 5 روز آتش بس میشه. از روز ششم هر روز که 10 تا گروگان آزاد بشن، اسرائیل هم 30 تا گروگان آزاد میکنه و همون باز تمدید میشه 1 روز آتش بس. آتش بس شرط ها رو قاآنی گذاشته از کانال همین بایدن و امیر قطر. شرط ها همه شرط و شروط و مقررات رو قاآنی گذاشته و اسرائیل به سختی اینو پذیرفت. همکنون جلسه ادامه داره. اگر کسی، هر سه گروه مخالفت داشتن با این قضیه، سه گروهی که تو کابینه بنیامین نتانیاهو هستن، اما گفتن باز جان اسرائیلی، جان یهودی ارزشش بیشتر از اینی که ما بخوایم چه بکنیم. این قرار شد که پس به این گونه اینها آزاد بشن و بنیامین نتانیاهو همین الان اعلام کرد، گفت ما با اینا شرط گذاشتیم، قرار گذاشتیم که پس از آزادی گروگان ها یعنی خب چون 240 تا گروگان هست، 50 داری که الان ول میکنن، 190 تا دیگه 19 روز طول میکشه که روزی 10 تا رو آزاد کنن. بعد از اون گفت ما نبرد خودمون رو تا نابودی حماس اعلام میکنیم. یه خبر خوش که جالب هست همه بدونن، اون اینه که تقریبا جهان عرب با نابودی حماس موافقت کرده. قاآنی هم این چون توی این قرارداد نقش اصلی رو اون داره مذاکره میکنه، ولی دنیا اسم قاآنی و ایران رو نمیاره، میگن قطر میگن بایدن این وسط اینا، چون اسم ایران رو نمیارن. ایران یک اسم ممنوع است جمهوری اسلامی، اما تمام شروط رو قاآنی گذاشته با مشورت با خامنه‌ای. نکته مهم دیگه این استاد شرف‌شاهی، حماس رو حتی مصر و دیگران همه موافقت، عربستان سعودی و حتی خود جمهوری اسلامی موافقت کردن که دیگه وجود نداشته باشه. بعد یکی از این زندانیای سابق فلسطینی رو جای محمود عباس خواهند گذاشت که اون تو همین پیمان ابراهیمی که هست همراه و همنوا میشه و اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، که بعد اونجا میرن روی دو تا کشور بحث میکنن. اما نکته مهمی که به عرضتون برسونم، امشب برادر همین امیر قطر اعلام کرد که پیش از این اون برادر دیگرش جاسم، چون یه برادر این بابای این چند تا زن داشت و چند تا فرزند که حالا در این مورد صحبت میکنم اندکی تا وقت باشه، اون جاسم که 21 سال نخست وزیر قطر بود و چند سال ولی عهد بود که بعد این تمیم بن حمد اومد جاشو گرفت، اون اعلام کرد که بابا ما قبلا با اسرائیل توافق کردیم اون تو جنگ قبل که حماس اینجور بشه اونجور بشه، اینا رو بیاریم یک سری مواد بهشون بدیم و برسیم اینا. میگه اون موقع مصر با ما مخالفت کرد و مصر گفت ما با نابودی حماس موافق هستیم و جهاد اسلامی نمیخوایم باشن. حالا پس بر همین اساس این قضیه است. حالا اینجا تو پرانتز فقط بگم که این مسئله رو فقط قاآنی خواهد فهمید و امیر قطر و حتی شاید امریکا هم از این قضیه هنوز بیخبره. جریان افغانستان استاد شرف‌شاهی، جریان افغانستان استاد شرف‌شاهی و همون هویجی که جورج سوروس گفت من میذارم دنیا حکومت بکنه، الان رئیس طالبان میگن که هبت الله هست، هبت الله آخوندی نام نیست، اسمش میارن که این امیر المؤمنین طالبان هست، پیام اعلامیه میده و دولت تعیین میکنه. یا رو اصلا وجود نداره، مرده، سالها پیش در نبرد با امریکایی ها کشته شد، مرد. ولی سپاه قدس
از این عنوان و امریکا، چون اینا یکی دیگه الان دیدید دیگه توی مراودات کنونی حتی خود اسرائیل اعتراض کرد به بنیامین نتانیاهو اعتراض کرد به بایدن و در رابطه با خیلی از موارد و مسائل که وارد این مبحث من الان نمیخوام بشم، یعنی هبت الله نام وجود نداره ولی میگن این رهبر افغانستان. الان این سینیوره که میگن به مال حماسه اینم وجود نداره، برای همینی که قاهانی یک نامه به روحش نامه نوشت. تو نامه خیلی مهمه، تو نامه ضمنی اشاره میشه که ما دیگه، یعنی اینا حزب اللهشون میخوان نگه دارن ولی غزه رو میخوان بدن به اسرائیل دیگه، اصلا غزه میشه مال اسرائیل. این توافقاتی که در سطح جهانی اتفاق افتاده. خب حالا قاهانی برنامه بعدی اینه که همینطور که عرض کردم خدمتتون که قطر رو ما بیاییم استاد شرفشاهی ببینیم چی هست. این راز مهمی که میخوام امشب بهتون بگم. مطلب زیاده، اخبار آزادی گروگان ها از فردا مطرح میشه، خواهید دید که از روز پنجشنبه اینها به خانه هاشون بر میگردن و غیره، و آرزو کنیم که همه گروگان ها آزاد بشن و پس از اون بنیامین نتانیاهو و دوتا اپوزیسیونی که با ایش تو دولت هستن، وزیر خارجه و وزیر جنگ، اعلام کردن که قرار ما با قاهانی، البته اینا اسم قاهانی رو نمیارن، میگن با قطر کاری نیست. قطر این وسط فقط واسطه است، فقط رابطه. شرایط رو امریکا، بایدن با قاهانی، یعنی سازمان سیای امریکا با قاهانی، اینا به توافق میرسن، میدن تو با آقای تمیم بن هر، اون این رو مطرح میکنه و این رهبرای حماس هم که اونجا هستن، اینا رهبرای سیاسی شن، رهبر نظامی همون سپاه قدس هست و از کنم خدمتون اسماعیل قاهانی. مادر امیر قطر چه نقشی داره؟ مادر امیر قطر در این جریان نقشی داره؟ درود بر شما. این خانم نازنین و رعلا رو ببینید، زیباترین زن جهان عرب لقب گرفته. اسمش رو در هر جا شما برید بگردید میگن موزه بنت ناصر المسلم، یعنی ایشون دختر ناصر خان هست. ناصر خان رئیس دو تا قبیله بزرگی که در قطر بوده و اینها پس از استقلال از کام خدمتون قطر، پدر ایشون و پدر بزرگش مدعی شدن که اینها بایستی شاه بشن و قبول نشد و چه شد. بعد پدر ایشون همین آقای ناصر میره توی اپوزیسیون استاد شرفشاهی، اپوزیسیون پدر بزرگ همین بابا که الان شاه هست میشه، یعنی خلیفه بن هم. خلیفه بن هم این بابای این خانم میشه اپوزیسیونش. اما جالبه که چون زن ایرانی رو میخوایم سپاس بیاریم، این زیبایی رو ببینیم دوباره، این سلحشوری زن رو ببینیم. این استاد شرفشاهی که داره در قطر حکومت میکنه از 35 سال پیش تا به امروز، یک زندگی شیرین زیبایی داره که سیاوش عوستان میشه برای شما میگه و لذت میبرید. ما به بد و خوب سیاسی اینا کار نداریم، ما داریم از زن ایرانی صحبت میکنیم. اسم واقعی ایشون هست زهره شیرازی. این دختر ایرانی آریایی است و در شیراز متولد شده. ولی اون دفعه اول که من این رو اعلام کردم چندین سال پیش بود در به فرانسوی و غیره، بعدن اینها رفتن در یک جایی که این نشان الان نشان هست هنوزم بگردیم پیدا میکنیم، گذاشتن تولدشو این شهری که پدر ایشون ساخته، پدر بزرگشون که قبیلهشون مال اون اونجا هست، قبیله همین ناصر. ولی تولد ایشون تولد متولد شیراز، دختر از ریشه ایرانی است، از مادر ایرانی است و در ایران مثل یهودیت وراثت از مادر میرسه. حالا استاد شرفشاهی وقتی پدر ایشون در زندان هست 1970 و اینها، پدرش تو زندان قطر هست چون سیاسی بوده و و و غیره، ولی بچهش فرستاده خارج درس بخونه تو لندن. ایشون در لندن مانکن میشه، وقتی مانکن میشه یک مهمانی هست در لندن، میره توی اون مهمانی ولیعهد اون موقع که بابای همین تمیم هست، ولیعهد اون موقع هم که توی انگلیس بوده دو تام زن داشته
با ایشون آشنا میشه، خودش میره جلو و شیوه های میدونیم دیگه استرمابانه، و با این رفیق میشه آشنا میشه، میگه تو کجایی هستی؟ میگه من قطرم، هم شهریت هم. میگه آره تو ولیعهد مایی، ولی امیدوارم به زودی شاه بشی، یعنی امیر بشی، جای باباتو بگیری. با خنده این قضیه منتفی میشه. یک ماه بعد ماه رمضان در قطر، دربار همین قطری ها مهمانی میدن، ولیعهد ایشون رو دعوت میکنه به اونجا، یعنی حمد بن خلیفه، که این حمد بن خلیفه پسر اون خلیفه بن حمد هست، بابای این یارویی که الان هست هست طرف یه میزد. این اونجا دعوتش میکنه و با باباش و اینا همه آشنا میشه، و استاد شرفشاهی اینها که حاضر دیگه ازدواج کردن ماشاءالله، با بخوان بندر با زهره شیرازی ازدواج میکنه، با زهره شیرازی که ازدواج میکنه میگه بابای من تو زندانه، من دختر ناصر هست. یه قبیله بزرگ سالها نبرد، میگه بابام که از زندان آزاد بشه ما هم پیمان تو هستیم، هیچ مشکلی نداره. فکر نکنید قصص ملت ایران، دارم تاریخ رو براتون روایت میکنم که بیاموزید در سرزمین عرب زن ایرانی حکومت میکنه، در سرزمین تو تازیان بنی هاشم که برای یک لاخمو بچه ما رو هر روز میزنن و میکشن. این دارم میگم درس بگیرید مردم. استاد شرفشاهی، خانم زهره شیرازی خیلی زود باعث میشه که این بابا بزرگ پسر الانش میفرسته انگلیس، باش خداحافظی میکنه. وقتی باش خداحافظی میکنه، پسرش که شوهرشه تو اون عکس با بایدن بود، میگه دست بابات باش، دست باش ماش میکنه، اینو میذارم تو آب، میره لندن. تا میرسه لندن کودتا اعلام میکنه زهره شیرازی و شوهر خودش رو میکنه امیر، حمد بن خلیفه که پسر الان اسمش هست تمیم بن حمد. وقتی که شوهرش میشه پادشاه امیر قطر، استاد شرفشاهی جانشینش ولی عهدش پسر بزرگتر یارو بود که پسر ناتنی این تمیم میشه، اسمش جاسمه. من زیاد دنبال میکردم کاراش، چون 21 سال عرض کردم وزیر امور خارجه بود، پستای والایی داشت، قدرتمند بود، اصلا اون باید خلیفه میشد. اون رو جا به جا میکنن، دو سه نفر که از برادر ناتنی تمیم هستن اینها رو همه رو زهره تک 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 به واهارها میندازه کنار، و این پسر نوجوانش استاد شرفشاهی در سن 38 سالگی میشه امیر قطر، که دیگه از موقع حالا شما دارین. وقتی میشه امیر قطر، این امپراتوری قطر رو که ما میبینیم اولین عرب نشینی است که با اسرائیل قرارداد میبنده و اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. استاد شرفشاهی، یعنی پیمان ابراهیم اینا که بعدن اومد، این اولین کشوری هست بین خلیج فارس و عرب ها بعد از مصر، البته چون مصر که در خلیج نیست، که با اسرائیل به رسمیت میشناسه، با اسرائیل روابط خیلی خوب داشته و داره و اقتصادش رو شکوفا میکنه. حالا اینجا اینه که میخوام بگم مهمه، باید بدونید قطر درست رقابت های با جمهوری اسلامی داره، ولی یکی از مناطق نفوذ اقتصادی و سیاسی جهانی ایران هست، جمهوری اسلامی هست. و میدونید که شما هرچی یک سری افراد مخفی باشن تداوم کار بیشتره. الان مسئله گازی که میلیاردها دلار در سال داره قطر میفروشه، جنجال را افتاده، میگفت این گاز مایی داره میفروشه. بله گاز رو میفروشه، اینا با توافق، یعنی یک پایگاه، یک جایگاه، اینا با هم همکاری میکنن. به خاطر همین هست که با عربستان سعودی درگیر شد، به خاطر همینی که عربستان سعودی تحریمش کرد، و به خاطر همین استاد شرفشاهی عزیزم که چون اولین کشوری بود که با اسرائیل ساخته بود، اینا اصلا از قبل تمامی کشورهای دیگه منطقه با این دندان داشتن، با ایش مشکل داشتن. ولی این خانم شاه بانوی خلیج پارس هست، و تا الان که من با شما صحبت میکنم حاکم و شاه اصلی همین زهره شیرازی است. موزه بنت ناصر بهش میگن، موزه و همون موزه تقریبا یکیست. این یکی از الهه های هنر و صنعت یونان قدیم بوده که موزه هم واژه موزه از این در اومده، اسم مستعاری که برای خودش میگه.
بعد استاد شرفشاهی، ایشون تحصیل کرده است، یعنی چند تا دکترا داره اینا که وارد این مبحث می‌خوایم بشیم. ایشون میدونه که قطر حدود 400 هزار تا شهروند داره ولی 2.5 میلیون مهاجر داره. 2.5 میلیون آدم غیر قطری اونجا زندگی میکنن و کار میکنن و این زم امکانات رفاهی که برای بی خود نیست که الان یک تبدیل شده به اقتصاد جهانی. این تیم مشهورترین تیم فرانسه پی اس جی مال قطره، بهترین شرکت هواپیمایی که الان دنیا پرواز داره، برای خود ایران پرواز داره، رئیسش فرانسوی مال دوحه است، مال قطره، قطر ایرویز و و و موارد بسیاری. و اونی که الان میگم چه کرده، چه ساختن، همه اینها با حضور و ذکاوت یک دخت شیرازی ایرانی است که الان بیش از 30 ساله در قطر داره حکومت میکنه. استاد شرفشاهی، این یه خبر خوب دست اول استاد شرفشاهی که هیچ کس نمیدونست، ولی از این مردهای اون تازیان حاکم میگم، مردهای نامرد ما یاد بگیرم، برن از دخترامون که اول این فیلم دیدیم، برنامه دیدیم، برن دفاع کنن این جرسومه های فساد و کثیف تازی حاکم برمیهن. بچه های ما باید برن دنیا رو آباد کنن، در امریکا و فرانسه و انگلیس و این برو بر دختر ایرانی شکوفایی دارن و در قطر، و دختر ایرانی ما رو در اونجا سرکوب میکنن. ارتش شاهنشاهی که تا الان وجود داشته، نقش مهمی داشته در پاسداری از مرزهای ایران و در جنگ ایران و عراق، بایستی بیاد توی میدون. ارتش شاهنشاهی بود که پاسدارا را تعلیم داد رفتن جنگ. ارتش شاهنشاهی بیازی دختر یاد بگیر، دختر 16 ساله که فریاد میزنه من با فاطمه و زینب و سکینه و رقیه کاری ندارم، من آریایی ام. تو لندن فریاد نزد، تو پاریس نبود، شما تو لندن پاریس میترسید بگید من آریایی هستم چون میرید ایران میان. دختر ایرانی در ایران اینجوریست و دختر ایرانی در قلب عراق زهره شیرازی داره حکومت. بله، مدتی آقای سیاوش عبستا این مهاجرت و فرار ایرانی ها به ویژه پرستارا و در حال دانشجویان و جوانان ایران که نمیتونن دیگه ادامه ده و تحصیلات در ایران بدن، فرار میکنن میرن عراق. یادتونه که اون موقع ها همه از اون بر میامدن ایران و قبطه میخوردن بر به سرزمین ایران و ده ها شرایطی که در کشور ما حاکم بود. الان همه دارن فرار میکنن به عراق و جالب اینه که موج عظیم کارشناسان نفتی دارن از ایران میرن به عراق و این مسئله ایه که این رژیم نتونسته اینا رو راضی بکنه که در کشور خودشون ادامه به حال همکاری رو بدن و این مسائل نفتی و اینا رو درش دخالت بکنن و پیشبردش نقش داشته باشن. دیدن که اونجا کسی اینا رو تحویل نمیگیره، همه دارن فرار میکنن. جوان ها فرار میکنن، پرستارا که در مرحله اول فرار کردن و متوجه نبود رژیم اسلامی که وقتی پرستارا از ایران فرار بکنن بیمارستان ها همه میخوابه، کارش اونجا در حال مشکل ایجاد میشه. این پرستارا نقش بزرگی در حال حیات مردم و سالمسازی افراد بیمار در بیمارستان ها داشتن، ولی الان تعداد بسیار زیادی از پرستارا از ایران رفتن و در بیمارستان ها خلأ پرستار است و مشکل دارن برای در حال معالجه افراد. کاملا درست میفرمایید استاد شرفشاهی. یه نکته پایانی از این شاهبانوی خلیج فارس پرنسس زهره شیرازی بهتون عرض بکنم، اون این که سال 1991 این شیخ که خلیفه بود همون موقع، حمد بن خلیفه، میره زن چهارم خودشو میگیره، یه دختر 17 ساله. تا دختر 17 ساله میاره تو خونه، زهره باش دعواش میشه، با هم دعواش میشه و از این آمدن این حموی جدید و پیشنهاد میکنه شوهرش که 7 میلیارد دلار به زهره بده که زهره بره دیگه خارج به پاریس، یا پاریس 7 میلیارد دلار. همه کارها شده که 7 میلیارد دلار رو بگیره و خارج شه. پدرش که زنده بود، پدرش سال 2007 از دنیا رفت، ناصر
بهش پیشنهاد میکنه، میگه نه توی 7 میلیارد رو نگیر، تو میتونی قطر رو بگیری، تو بمان این مرتیکه رو بفرستش خارج و پسرت که چند روز دیگه یکم بزرگتر شد پسرت تو بکن خلیفه. و همین کار میکنه. اونجاست که 4 سال صبر میکنه، 1995 اون یارو حمد بن خلیفه رو میفرسته لندن، بای 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 بای، پسرش رو شاه میکنه. یعنی استاد شرفشاهی بها. یه نکته دیگه خیلی مهمه اینه که من همیشه گفتم، حتی در مورد سرنوشت گفتم که سرنوشت شما نوشته میشه اما مردم می نویسن. من شرفشاهی شجره ایکس ایگرگ سوروس محمد رضا شاه سرنوشت رو اینها می نویسن. سرنوشت رو با برنامه کار کردن یعنی این، یعنی هر روز برنامه باید داشته باشید. پدر من میگفت صبح میخوای از خونه بری بیرون برنامه‌تو بنویس چه کاری میخوای امروز انجام بدی. زهره شیرازی مشهوره، چون سخنرانیاش از سال هاست دنبال میکنم، گوش میکنم، میبینم کاراشو. استاد شرفشاهی همیشه تاکیدش به جوانان، به مردم اینه، میگه من هر کاری دارم میکنم و کردم برای قطر با برنامه بوده، نشستم برنامه ریزی کردم و به اجرا گذاشتم. شما هم برای زندگیتون برنامه ریزی کنید، برنامه داشته باشید. استاد شرفشاهی غیر از اون طیف آریایی ایرانی اصیلی که افتخار ایران هستن، این سادات بنی هاشمی که حسن حسین فاطمه اینا هستن، اینها بگید بپرسید اینها به جان شما میره مدرسه دیپلمش هم گرفته، دیپلمش بچه گرفته، نمیدونی میخواد چه کاره بشه. من صدها نمونه رو پرسش کردم در داخل ایران که بودم، الان که خارجه میگم خب این بچه شما الان 2 سال دیگه دیپلم میگیره چی کاره میخواد بشه؟ میگه والا به خدا نمیدونم. میگم از خودش بپرسیم چی کاره میخواد بشه؟ والا به خدا نمیدونم تا چی پیش بیاد. بچه‌هاشون، ولی بچه‌های آریایی، بچه‌های اوستایی، بچه‌های یهودی، بچه‌های بهائی، بچه‌های اصیل سرزمین آریا از 3 سالگی با برنامه زندگی میکنن. از 3 سالگی آموزش داده میشه به اینها که چی کار باید بکنن. به بچه گفته میشه که 5 تا کار خوب هست در دنیا، 5، بعضی وقتا 7. این دارم یه آموزش میدم به خانواده. از 3 سالگی به بچه باید 7 تا کار یا 5 تا کار خوب رو بگی تا این روزی که بهش میگی چه کار میخوای بشی، این بچه یکی از این 7 یا یکی از این 5 رو خودش انتخاب کنه. بچه هاست تا چرمشایی تا به دیپلم برسن از این 7 امکان داره اولی باشه، دومی، هی عوض میکنه، ولی چیز خوب میشه، بچه خوب میشه. برای همین اونایی که جهان را میگردانن، افکار را میگردانن، نابغه ها هستن. نابغه بسازید و این تازیان را از ایران بیرون کنید. بسیار از شما ممنون، مطالب جالبتون رو همه در سراسر جهان شنیدن. امیدوارم که همیشه شب و روز خوشی داشته باشین. تا هفته آینده با در خدمت شما باشیم. بینندگان مستطرف شدید به درود خدا نگهدار. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.